همزمان با این صحبتایی که ما از ناسیونالیسم میکنیم، من باز تکرار میکنم، من با برگزار کنندگان کنگره سکولار دموکرات هیچ مشکلی ندارم. خود من رو هم دعوت کرده بودم ولی مریض شده بودم نرفتم، و دوما میخواستم ببینم که در این کنگره چه اتفاقاتی میفته که شاید کنگره سال بعد برم. با هیچ کدومشون هم مشکلی ندارم. روی سخن فقط با خانم مینا هدیه که قسمتی از صحبتاشو میبینیم که در این کنگره که برای هماهنگی بوده چه تهمت زنندهی به محمد رضا شاه پهلوی میزنه، وی رو با هیتلر مقایسه میکنه. ایشون نماینده حزب کمونیست کارگری هستن که دبیرش حمید تقوایی آمده بود گفته بود کوروش جنایتکار است، بروید از روبسپیر مردم پیروی کنید. روبسپیر همونی که در انقلاب فرانسه دوران ترور و وحشت و گیوتین را آفرید، نامش به جنایت معروفه. ولی ایشون از جنایات استالین و لنین و کره شمالی و فیدل کاسترو و ماو تسه‌تونگ نمیگن، هیتلر رو با شاه مقایسه میکنن، در حالی که هیتلر 2 سال تمام با استالین هم پیمان بود و حتی در حمله به لهستان هم این دوتا با همدیگه در اونجا جنایت کردن. یه قسمتی دوباره این صحبت رو پخش میکنم بشنویم، من چند تا پاسخ دارم. خواهش میکنم. خانمش رو میکنم که در دفاع از حکومت پهلوی صحبت کردن. خب طبعا در مقایسه با دوران پهلوی، در مقایسه با جمهوری اسلامی تفاوتهایی داشت، ولی من چند روز پیش تو تلویزیون آلمان یه فیلم مستند دیدم راجع به هیتلر و دورانی که هیتلر اومد سر کار. خیلی فیلم جالبی بود، از زندگی عادی مردم فیلم برداری شده بود و وقتی با اونا صحبت میکرد میگفت بچه‌م الان میره مدرسه، میتونه اورلاب بر تعطیلات بره، وضع اقتصادیمون بهتر شده، تعداد خیلی زیادی شغل پیدا کردیم. و سوال محوری این بود که فهمیدی که این همه آدم رو کشت؟ میلیون، 6 میلیون. اون میگفت ما زیاد راجع به این چیزا فکر نمیکردیم. کسی که اینجا میاد در مقابل کسایی که زندانی حکومت شاه بودن، در مقابل کسایی که از ترس ساواک شب تا صبح لرزیدن، در مقابل خود من دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بودم، ساواک منو خواست، دختر 17 ساله، اون ترس هنوز پشت بدن. سپاس از این تصویر جناب آقای کارگردان. من برنامه قبلی، دوستانی که بخوام قسمت اول پاسخ من رو به خانم مینا هدیه گرامی ببینن، روز یک شنبه در 10 دقیقه آخر برنامه هم قسمتهایی رو از کتاب اسناد قیام تبریز جمع‌آوری شده توسط آقای بهمن ناصری سال 1997 هانوور آلمان، نام کتاب هست اسناد قیام تبریز، گزارش‌های درون تشکیلاتی اعضا و هواداران فدایان خلق ایران شاخه تبریز، که در اینجا اسنادی هست از فعالیت‌های به اصطلاح انقلابی همین خانم‌های چپ و آقایون چپ در دانشگاه تبریزی. گفتم چون خود خانم مینا هدی برای معصوم و مظلوم نشون دادن خودشون و مقایسه شاه با هیتلر اومدن، گفتن من یه دختر مظلوم چپ بودم دانشگاه تبریز. ببینیم چپ‌ها در تبریز چه می‌کردن. در 10 دقیقه روز یک شنبه یک چند سند خوندم که در اونجا چجوری سر دانشجوهای دیگر رو با شیشه میشکوندن و از همین اسناد خودشون. من امروز اون رو ادامه میدم، دوستانی که علاقه دارن برن و برای اون قسمت‌های اول این صحبت‌ها 10 دقیقه آخر برنامه یک شنبه هم ببینن، چون وقت برنامه من کمه. من و میگم این اسناد رو بعد نمیخوام فقط برنامه‌ام رو با این کارها چیز بکنم، برید اون قسمت رو بخونید که چه نوشته بود، چجوری میزدن همین آقایون، خانمای دانشجویان چپ سال 55 با شعار زنده باد خمینی، خانم مینا هدی میریختن و دانشجوهای دیگر رو کتک میزدن، چاقو میزدن، چششون رو در میوردن. چجوری براتون توضیح دادم که از همین اسناد همین کتاب، چون خانم مینا هدی میگه ما کاری نمیکردیم، خب خانم این اسناد میگه تو واقعا شما میرفت، نوشته که شما میرفتی جنازه یه دانشجوی پزشکی که حمله قلبی کرده بودن، مرض قلبی داشت و در برده بود رو شونتون بذارید بگید شاه اینو کشته. همه اینا در اینجا نوشته، چاقو کشی و حمله به دانشجوهای دیگه، کتک زدن دانشجویان. و اینها رو خب میدونید آدم باید مستقل باشه این حرفا رو بزنه دیگه. و بعد قسمت‌های بله میگه صفحه، من اینو به صورت پی دی اف دارم، 278 صفحه است، به صورت پی دی اف صفحه 15 میگه 2 روز قبلی که از دانشجویان سال 4 دانشکده پزشکی به علت جراحی قلب در بیمارستان فوت کرده بود،
ما یعنی چپی ها از این موضوع برای تشکیل دوباره تشکل دوباره استفاده کرده، در مقابل بیمارستان جمع شده و جنازه رو میخوان تشکیل. چرا؟ برای اینکه بگن شاه او رو کشته. شنبه 24 هفته 55 از همین اسناد کارهای انقلابی دانشجویان چپ که نویسندش هم یه چپی بوده، یعنی خانم عدی بنابراین نگید شما هر جایی در دنیا شما این کارها رو میکردید پلیس شما رو میگرفت. شما این میگه دانشجوهای چپی سال 55 در همون تبریز چاقو کشی میکردن، چش دیگران رو در میوردن، لگد میزدن، دانشجوهایی که میخواستن برن سر کلاس رو کتک میزدن، تهدید مرگ میکردن. شنبه 24 هفته 55 دانشگاه آگهی صادر میکند مبدی بر این که اگر تعطیل کلاس ها ادامه پیدا کند ترم منحل خواهد شد. بعد ادامه میده میگه در این روز، میگه ما یعنی چپیا، میگه در این روز 6 نفر از دانشجویان خودفروخته در دانشکده علوم و ادبیات به علت رفتن به کلاس کتک میخورن. یعنی اینا میگیرن دانشجوهایی که میخواستن برن سر کلاس کتک میزنن. یکی از این دانشجویان رو در جلوی کتابخانه طوری میزنن که نمیتواند از زمین بلند شود و در حالی که با ناله میگوید که غلط کردم به بیمارستان منتقل میگردد. خانم مینادی شما این کارا رو اگه در آلمان هم میکردید عذر میخوام، چون شما گفتید خب چپی هستید، دانشگاه تبریز بودید. من با کسی هیچ دشمنی عزیزان من ندارم. قسمت اولم لطفا حتما بخونید، صفحه 18 میگه در این روز، روز دیگری یکی دو روز بعد 21/9/55 شعارم همه زنده باد خمینی، میگه در این روز ساعت 12:30 ظهر دانشجویان، بخونید دانشجویان چپ، با به هم زدن و شکستن شیشه های سل سرویس بیرون میآیند، با دادن شعار فلان و بهمان به طرف کتابخانه مرکزی میروند، پس از شکستن تعدادی از شیشه ها آنجا خارج شده وارد دانشکده ادبیات میشوند، شیشه های آن را شکسته و متفرق میشوند. امیدوارم باز این مسائل. بعد میگه وقتی حمله میکنند به سل سرویس دانشگاه، میگه در این جریان سر یکی از دانشجویان به علت اصابت بطری میشکند، سپس دانشجویان در حال شعار دادن از سل سرویس بیرون میآیند و از سر راه خود شیشه های ژتون فروشی را میشکنند. خواهش میکنم توجه بفرمایید. دانشجو ها ریختن، بالاش هم میخونم. میگه بله، میگه عده‌ای با پرتاب بطری نوشابه شیشه های سل سرویس را میشکنند، با دادن شعارهایی از قبل آماده شده مانند ننگت باد ای جلاد، مرگت باد ای جلاد، این مرگ بر شاه، اتحاد فلان فلان، سل سرویس را به هم ریختند. دانشجویان خشمگین تعداد زیادی بطری نوشابه به طرف عکس شاه پرتاب میکنند و تابلوی عکس پایین میافتد. در این جریان سر یکی از دانشجویان به علت اصابت فلان و بهمان شکسته میشود. دقت فرمودید؟ حالا قسمت دیگه ای، دوشنبه 13/10/55 تبریز. من قرار بود یکی از دوستان امروز بیاد خاطرات خودش رو در راستای همین اتفاقاتی که برای ایشون افتاده بود، ازشون عذر میخوام، من امروز دیر رسیدم خونه. اگه علاقه داشته باشن روز یک شنبه ایشون دوستمون اگه برنامه رو میبینن بیان تو برنامه من، همین خاطرات چاقوکشی دانشجویان چپ رو در کرمانشاه بیان کنم. من امروز دیر رسیدم خونه، عذر میخوام. دوشنبه 13/10/55 میگه صحبت میکنه، مثلا اینجا میگه بعد از کتک خوردن رئیس دانشکده در بابلسر، این مثلا یادآوری میکنه بابلسر هم این کارا رو میکردن. من چون وقت نگام به ساعت، چون مطالب دیگه هم میخوام امروز بیان کنم، ببینم سریع یه قسمت دیگه رو براتون بیارم. همکاری اینا با آخوندها، اینا کتککاری، ببینیم حالا مثلا اینا با آخوندها هم همکاری میکردن. میبینیم که آقایون دانشجو رفتن کنار آخوندها و متعصبین، یعنی همین چپیا. بازم تکرار میکنم تمام چیزایی که میخونم اسناد گزارش های فعالیت های به اصطلاح انقلابی دانشجویان چپ عزیزمونه. خانم مینا عدی که شما میگی 17 سالگی دانشجو دانشکده پزشکی بودی تبریز گرفتن، اینا همه در تبریز گزارش کارهای انقلابی شما دانشجویان چپه. ببینیم حق داشت شما رو دستگیر کنن یا نه. میگن دانشجویان چپی رفتن مهمونی پلو یک نوع حاجی بازاری متعصب، میگه رفتن پلوی مهمونی، براتون میخونه. میگه در مهمانی با یک حاجی متعصب مذهبی صحبت میکنه، اون موقع دعوت به گوش کردن نواری میکند که در آن انتقاداتی به دولت میشود، سپس میگوید در نزدیکی تبریز همه مردم از عکسای شاه از خونهشون برداشتن و هیئت‌های مذهبی تشکیل دادن و فلان و بهمان. بعد میگه
میگه بعد میگه حاجیه نشسته پلی چپیا صفحه 91 پی دی اف، میگه حالا ببین اتحاد آخوندها مذهبی ها و چپا، خانم میناعدی کنگره سکولار دموکرات ها، سکولار دموکراسی یعنی این دیگه، میگه بعد میگه آره حتی در این محله خود ما وقتی ایت مذهبی وارد خانه میشود میبیند عکس شاه بر روی دیوار است، تا موقعی که عکس شاه را پایین نمیآورد از ورود به خانه خودداری میکند. سپس اضافه میکند به نظر من مشکل مردم و مسائل امروز بالاخره به دست روسیه حل خواهد شد. آفرین، الان هم که کشورمون مستعمر روسیه شده، شما دانشجویان چپ در تبریز پیروزیتون رو تبریک میگم همراه با آخوندها. بعد میگه چرا که در زمان سلطنت رضا شاه هم وقتی درهای مسجد را بستند و از زنان کشف حجاب کردند، بالاخره با ورود روسیه بود که درهای مسجد باز شد و زنان در سر کردن چادر آزاد شدند. دقت فرمودید دوستان؟ اجازه بدید این قمنامه رو پایان بدم، اگه میخواستم ادامه بدم تا فردا میتونستم بخونم. بنابراین خانم مینادی، این گزارشی از فعالیت‌های شما چپی ها، دانشجوهای چپی بین سال 55 تا 57. شما وقتی میاد در اون کنگره میگید ما برای ما بیگناه بودیم، ما رو دستگیر کردن تو دانشگاه، شما اول برید پاسخ این اسناد رو بدید که من خوندم. ولی دوستان چون 8 دقیقه بیشتر وقت ندارم و دشمنم زیاد دارم، همین الان سیر فحاشی ها به من شروع میشه و اصلا هم مهم نیست تحقیق میکنی سند با سند صحبت میکنی، شما باید توی مافیای لس آنجلسی باشی وگرنه آزارت میدن. اگه میشه آقای کارگردان یه تصویری براتون فرستادم، جناب کارگردان محترم و گرامیمون، دست شما درد نکنه، تصویر شماره 2 رو خواهش میکنم. تصویر شماره 2 در رابطه با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در یمن و فلسطین و عراق و سوریه است. اگه میشه تصویر شماره 2 رو در کنار من قرار بدید، خواهش میکنم کارگردان محترمم، اگه دستتون درد نکنه، خواهش میکنم. تصویر شماره 2، بله، فکر کنم مثلا که یه ذره کوچیک شده، نه؟ اوکی، دوستان عزیز، این تصویر یه کتابه، چون من همیشه مستند صحبت کنم، حالا تصویر هم همونطوری که هست بذارید، من میخوام دوستان ببینن مستند صحبت میکنم با هر اشکالی هست. خواهش میکنم دوست عزیز، اشتباه از من بوده، من تصویر رو باید تغییر میدادم، اشتباه از من بوده، من تصویر رو باید تغییر میدادم برای کارگردان، ولی میخوام همین تصویرم هم به عنوان سند باید باشه. من کتابی رو دارم به نام از جبهه نبرد فلسطین، خاطرات رفیق کارگر فدایی شهید ایرج سپهری، من تحقیقات خودمه. تصویری که مشاهده میکنید از جلد کتابه و در راستای عجیبه نبرد فلسطینه. داستان چیه؟ خانم مینادی عزیز، داستان در مقدمه اومده، میگه در شهریور 52 به قول شما چپی ها یکی از پاکترین فرزندان خلق ایران رفیق کارگر ایرج سپهری درگیری با مزدوران شاه به هلاکت به شهادت رسید. حالا جریان چی بوده ایشون به شهادت رسیده؟ در این کتاب ما میخونیم که جریان شهادت ایشون در راستای چی بوده؟ در راستای رفتن به فلسطین، کشتار، عملیات تروریستی. صفحه 4 پی دی اف براتون میخونم. بدین جهت او تصمیم گرفت که به فلسطین برود. او زن و فرزندانش را ترک گفت و سپس به تهیه مقدمات سفر به فلسطین پرداخت. او با آشنایی قبلی از نواحی مرزی یک تنه از مرز گذشت و خود را به جبهه نبرد فلسطین رسانید. در آنجا به جبهه خلق برای آزادی فلسطین و فرماندهی احمد جبرئیل پیوست. او این جبهه یک سازمان انقلابی سوسیالیستی بود، سوسیالیستی است به مبارزه مسلحانه بر علیه صهیونیست و دولت دست نشانده اسرائیل و برای آزادی فلسطین اشغال شده میپردازد. دوستان این چون وقت برنامه کمه، این کتاب 92 صفحه است. شما در این کتاب میخونید که این آقایون و خانمای چپ که همه بیگناه بودن ولی شاه هیتلری بود. من فقط یادآوری میکنم خانم مینا عدی و چپهایی که همیشه مهمان برنامه های لس آنجلسی هستن، هیتلر یا سپاس از این تصویر آقای کارگردان، همیشه صحبتان با سنده، سپاس از این تصویر کارگردان عزیز، چون 4 دقیقه بیشتر وقت ندارم. دوستان من به شما کتاب معرفی میکنم و این کارا رو
ده سال تو رادیو تلویزیون های اپوزیسیون انجام میدم، قبل از اون 20 تا 25 سال فعالیت سیاسی میکنم. اینکه یه نفری که 2 ماه با دادن پول بهش برنامه میدن بعد میاد شکایت میکنه به رفیق خودش زنگ بزن به آقای فرابهر بگو تو داری کارهای منو کپی میکنی، این کارا زننده است، این کارهای من تحقیقاتیه، قدرشو بدونید، نه اینکه به من توهین کنید. برای پیدا کردن این مطالب زحمت کشیدم. این که داری که مشاهده کردید پاسخی به خانم میناهدیه. چرا؟ چون هیتلر یهودی میکشت خانم میناهدی. جمهوری اسلامی و آخوندهای جنایتکار هم واژه صهیونیست رو برای یهودیت و اسرائیل استفاده میکنن. من نه دوستم نه دشمن اسرائیلم، من ایرانیم، ولی یادآوری میکنم خانم میناهدی، شما چپهای ایرانی بودید که مانند این سند که نشونم، کتاب 90 خوردهی صفحه است، وقت نیست همشو بخونم، قسمتشو خوندم، تمام کتاب پر از چاقوکشی و آدمکشی و نارنجک زدن و کشتنه یهودیانه و افتخار هم میکنندش. بنابراین اگه قرار باشه خانم میناهدی کسی رو با هیتلر مقایسه کنید، چپهای ایرانی 57 رو با هیتلر مقایسه کنید. امیدوارم صحبتها واضح بوده باشه. ولی دوستان عزیز 2 دقیقه وقت داریم، ولی چاقوکشان و لاتولوتهای چپ رو در پیش از فاجعه 57 اجازه بدید یکی دیگرشون هم به شما معرفی کنم. اشرف دهقانی که به خاطر ارتقاب قتل و جنایت زمان شاه دستگیر میشه و به زندان قصر منتقل میشه. خانم اشرف دهقانی یکی از افتخاراتش این بود، خانم چپ، خانم میناهدی خواهش میکنم، آقای نوقکار عزیز که گفتی شاه یا لاتولوتن، خواهش میکنم شما هم توجه کنید، در 2 دقیقه بیشتر وقت ندارید. اشرف دهقانی براتون میخونم، میگه پس از چندی اشرف دهقانی مرتکب قتل سروان نیکتب میشود زمانشون، به این ترتیب که یک روز در خیابان پاستور در حالی که بیژن نیکتب فرزندان یعنی بچه های خودش رو به مدرسه می برد، چریک های فدایی خلق با ایجاد راهبندان بچه ها رو از اتومبیل پیاده می کنن و اشرف دهقانی، همین اشرف دهقانی که گفتم اشرف دهقانی در مقابل چشم بچه ها پدرشان بیژن نیکتب رو به قتل می رسند. بعد از این قتل اشرف دهقانی با آلمان رفت، در فرانکفورت با کنفدراسیون دانشجویان و همچنین حزب توده تماس گرفت. بعد میگه در جریان 57 نامبرده به ایران بازگشت و در کردستان با حزب کمله همکاری کرد. من فقط یادآوری میکنم دوستان عزیز، این داستانهای غم‌انگیز این جنایتهایی است که در کشور ما انجام شده، ولی گفتن اونها متاسفانه در این تلویزیون های لس آنجلسی مدت ها انجام نشد.